درود بر شما، به آوای ایران خوش آمدید. در این بسته خبری با چند موضوع مهم با شما عزیزان هستیم. پیام بی سابقه چند افسر ارتش خطاب به نیروهای سرکوبگر رژیم: در جبهه صلح و سرافرازی ایران قرار بگیرید، نه در جبهه جهل و شرارت. هک شدن سیستم ارسال پیام 780 با دعوت به بازگشت به خیابان و افشاگری نماینده مجلس درباره طرح از پیش شکست خورده افاف و حجاب. قبل از پرداختن به مشروع خبرها، گزارش کوتاهی بشنوید از اعتراضات دیروز در زاهدان. جمعه 10 شهریور 1402، جوانان زاهدانی بعد از اقامه نماز جمعه با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابان آمدند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین در مهرستان، جوانان مهرستانی بعد از اقامه نماز جمعه با سر دادن شعار اعتراض خود را نشان دادند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شهرستان راسک نشان می‌دهد که تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و نظامی در معابر سطح شهر حضور دارند که جو سنگین امنیتی را در این منطقه تشدید کرده است. زنده باد! زنده باد شیخ الاسلام! زنده باد شیخ الاسلام! مولانا نقشبندی باید آزاد گردد! مولانا نقشبندی باید آزاد گردد! نعره تکبیر! الله اکبر! پنجشنبه 9 شهریور 1402، شهرداری راسک بنا به دستور نهادهای امنیتی و نظامی برای جلوگیری از تظاهرات مردم در این شهر و مسدود کردن جاده ها اقدام به جمع‌آوری لاستیک های فرسوده خودرو از تمامی آپارات های سطح شهر نموده. گفتنی است در هفته گذشته و بعد از بازداشت مولوی فتی محمد نقشبندی و فراخوان های مردمی در اعتراض به بازداشت ایشان، جو امنیتی راسک به شدت تشدید شده بود. ما عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين درود مردم شریف ایران، نوید افکاری است. پیام بی سابقه چند افسر ارتش خطاب به نیروهای سرکوبگر رژیم: در جبهه صلح و سرافرازی ایران قرار بگیرید، نه در جبهه جهل و شرارت.
سپهبد خلبان محمد حسین مهرمند، آخرین فرمانده تاکتیکی نیروی هوایی شاهنشاهی ایران، سرلشکر خلبان بازنشسته عبدالحسین مینوسپهر، فرمانده پایگاه هشتم شکاری و سرهنگ خلبان فریدون ایزدستا از فرماندهان ارتش در جنگ 8 ساله به عنوان سربازان وطن، هر یک به پرسنل تمامی نیروهای مسلح کنونی کشور پیام دادند که به مردم و سرافرازی ایران به پیوندند. سپهبد خلبان محمد حسین مهرمند در پیام خود از جمله میگوید: من به عنوان یک سرباز از تمامی پرسنل نیروهای مسلح که جز خاری و ذلت از این قوم اشغالگر بهره ای نگرفتند، میخواهم که در جبهه صلح و سرافرازی ایران قرار بگیرند، نه در جبهه جهل و شرارت. امروز ما و وطن چشم به راه فرزندان نیک خیش هستیم. سرلشکر خلبان عبدالحسین مینوسپهر با تاکید بر این که عشق به میهن به من حکم می‌کند که از شما ارتشی‌ها، از شما نیروهای انتظامی خواهش کنم صدای فرزندان آزادی‌خواه وطن را بشنوید، می‌گوید به این غریزه پاک انسانی احترام بگذارید، آنها را سرکوب و کشدار نکنید، به هم میهنان آزادی‌خواه و میهن پرستتان بپیوندید. انقلاب مهسا فروغ نور بر تاریکی است، با خیرتمندی آن را بپذیرید و به یاد داشته باشید ایران زادگاه ماست. در ایران آزاد همه ما و خانواده های ما باید با سرافرازی و آزادی زندگی کنیم و این حق طبیعی ماست. سرهنگ خلبان فریدون ایزدستا که از فرماندهان حاضر در جنگ 8 ساله با عراق بود، با درود به جوانان آزاده و شیرزنان و شیرمردان ایران میگوید: دیروز ما نیروهای مسلح، ام از ارتش، سپاه، بسیج و غیره، در ادامه جنگ دست در دست هم گذاشتیم و دلاورانه جنگیدیم و دشمن را به خاک کشیدیم و وجود تو را از گزند بیگانگان در امان نگه داشتیم. امروز با مرگ مهسا دختر ایران و دیگر جوانان جانباخته وطن، واجب است بار دیگر مانند گذشته، ارتشی، سپاهی، بسیج و هر ایرانی وطن پرست، شانه به شانه یک دیگر برای حفظ و حراست از جان جوانان، این سرمایه های گرانبهای میهن قدم برداریم و آنها را برای رسیدن به آینده‌ای روشن حمایت و پشتیبانی کنیم. در همین ارتباط خبرهای منتشر شده در چند محفل حکومتی نشان از ریزش شدید در بین حامیان حکومت است. با ریزشی که شروع شده، ترس و وحشت سر و پای حکومت و مسئولان و نیروهایش را گرفته، خصوصا در نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی. یکی از منابع داخل ایران که سرویس‌های امنیتی را رصد می‌کند، با ارسال پیامی به این مضمون وضعیت امنیتی رژیم را بحرانی خواند. در این پیام آمده: دستگاه امنیتی و اطلاعاتی شدیداً سردرگم شدند و ابتکار عمل را از دست دادند. حکومت از همیشه ضعیف‌تر شده. بعضی مردم به انواع سلاح‌های سرد و گرم مجهز شدند. کافیست یکی را بزنند، در دم انتقام خونش از چندین نفر آنان گرفته خواهد شد. ماموران اطلاعاتی چه در وزارت اطلاعات و چه در سپاه و دیگر ارگان‌ها قافیه را کاملاً باخته‌اند. همچنین ویدیویی منتشر شد از یکی از افسران یگانه ویژه آذربایجان که در آن پیامی بی سابقه به علی خامنه ای می دهد. آقای خامنه، این عینکی که به چشات زدی، این عینک دشمن بینه. متاسفانه همه چی رو داره دشمن می بینه. 40 ساله که داری هر اتفاقی می افته، هر مطالبه ای ما جوانا داریم، شما داری میگی کار دشمنه، کار فلانه. آقا دشمن نیستن بابا، به پیر به پیغمبر اینا جوانای مملکتن، درد دارن، از روی درد و بدبختی دارن فریاد میکشن. اینا همه نواهای تو هن، اینا همه بچه های تو هن، از روی نداری و بدبختی ندونم کاری های مسئولین دارن فریاد میکشن. اینا دشمن نیستن به خدا. یه نگاه بنداز، همشون جوانای پاک این مملکتن، اینا همشون عزیزن به خدا، به پیر به پیغمبر دشمن تو نیستن. اسم تو گذاشتن رهبر مسلمین جهان. هر چیز که مملکت ثروت داره، هر چی داره، همه رو چپاول میکنن میبرن. کلن یمن، فلسطین، لبنان، نمیدونم سوریه و عراق، همه دارن اموال ما رو غارت میکنن. تا کی میخوای این توهمات ادامه بدی بابا؟ به پیر به پیغمبر، بهشت و جهنم تو رو ما نمیخوایم. آقا ما بهشت تو رو نمیخوایم. بهشت همینجاست، بهشت همین جوونه، بهشت اون پیر مردیه که وقتی با نواش میره بیرون بگه بچه هر چی دوست داریم بخری، جیبم پر پوله، ولی متاسفانه نداره. اون پیر مرد بدبخت نداره.
بهشت من، حوری من، فرشته من، اون دختریه که با نامزدش دست به دست هم بدن برن واسه خرید، صدای قهقهه خندهشون گوش فلکو کر کنه. نام از سبینه دشمن نیستن، به پیر به پیغمبر دشمن نیستن، دشمن تویی. مگه اینکه من جوون ذاتن ایرانیم، همینجا به دنیا اومدم، همینجا هم زندگی کردم، مگه اینکه تو عرب باشی، مگه اینکه تو یه آمریکایی باشی، یه اسرائیلی باشی، من دشمن تو نیستم. من درد دارم، من نداری کشیدم، من بدبختی دارم میکشم، من دشمن تو نیستم. لعنتی، تا کی میخوای به این ادامه بدی؟ اون گله، اون بسیجیت که قلب اون دختره رو شکافت، اون هنوز آرزوی لباس عروسی به تنش مونده بود، این دشمن تو نبود، دشمن تو این عربان، دشمن تو این اسلامه، این قمپوزیه که داری در میکنی، این هندونه ای که زدن زیر بغلت، دشمن تو اینه. 90 سال حکومت کردی، تو کی میخوای حکومت کنی؟ نمیخوای دست از این لذت از بازی برداری؟ بابا ول کن تو رو خدا، بذار جوونا برن سر زندگی خودشون. پول نفت و آب و برق و گاز و همه رو مصادره کردن رفت. حک شدن سیستم ارسال پیام 780 با دعوت به بازگشت به خیابان در آستانه یک سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری سال گذشته، گروه هکری بلک ریوارد در کانال تلگرامی خود خبر داده که اپلیکیشن 780 را هک کرده است. ساعتی پیشتر پیام‌هایی علیه رهبر جمهوری اسلامی در این اپلیکیشن منتشر شده بود. روز 9 شهریور، کاربران زیادی در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق خبر دادند که پیامک‌های حاوی شعار مرگ بر خامنه‌ای و دعوت به تجمعات خیابانی دریافت کرد. تصویر این پیامک ها نشان می داد که آدرس تلگرام گروه بلک ریوارد همراه با هشتگ مهسا امینی به زبان انگلیسی در این پیام ها آمده است. بلک ریوارد در کانال تلگرام خود درباره این اتفاق نوشت: همانطور که همه می دانیم، آتش انقلاب شاید آرام بگیرد، اما هرگز خاموش نمی شود. 780 که در زمینه خدمات مالی از طریق کد دستوری پرداخت و اپلیکیشن فعالیت می کند، در پیامی به کاربرانش از اختلال در سیستم ارسال پیام اپلیکیشن خود خبر داد، اما اشاره‌ای به هک شدنش نکرد. این شرکت در سالهای اخیر تبلیغات گسترده‌ای را در تلویزیون حکومتی ایران داشته و حامی مالی برنامه‌های ورزشی سازمان صدا و سیما بوده است. افشاگری نماینده مجلس درباره طرح از پیش شکست خورده عفاف و حجاب. در حالی که ویدیوی انتقادات کوبنده و جنجالی رحیمی جهان‌آبادی در صحن مجلس و همچنین سخنان جنجالی یک کارشناس حقوقی در رابطه با لایحه عفاف و حجاب منتشر شده و جنجال ایجاد کرده، کارشناسان سازمان ملل طرح عفاف و حجاب را ابزاری برای سرکوب زنان در ایران توصیف کردند. برادران عزیز و بزرگوار، به نظر من این لایحه بیشتر از اینکه مشکل حجاب رو حل کنه، یک پوست خربوزه زیر پای مجلس هست. شما دیدی ظرف این 10 روز گذشته لایحه رو قوه قضاییه طراحی کرده، اما به ما میتازن میگن شما چرا دین رو قبول ندارید، چرا آیین رو قبول ندارید، چرا خدا رو قبول ندارید. برادران بزرگوار، کار فرهنگی در این کشور ضعیف هست. به مساجد مراجعه کنید، صفهای نماز رو ببینید، نوبتهای نماز جماعت رو ببینید، نمازهای صبح رو ببینید، جایگاه والدین و پدر و مادر در خانواده ها رو ببینید. با جریمه نقدی مشکل احکام الهی رو حل کنید. به نظر شما خداوند نمیتونست جریمه نقدی تعیین کنه برای هر آدم بیهجایی و پیغمبر در زمان صدر اسلام آدم ها رو جریمه نقدی کنه که به ذهن من شما رسیده؟ چرا خداوند این کار رو نکرد؟ برای اینکه کار اعتقادی و کار اخلاقی، کار قلب، کار دل، لایحه شتاب زده غیر کارشناسی بدون توجه به ریشیابی درد جامعه نمیتونه مشکلی رو حل کنه. شما این رو تبدیل کردید به یک جریمه مثل جریمه راهنمای رانندگی. حالا فوریت هم که شما تصویب کنید، این به همین سرعت میاد، تصویب میشه، تایید میشه، اجرا میشه، مشکل بیهجابی حل میشه. من از شما سوال دارم، مشکل بیهجابی حل میشه واقعا؟ این فوریتش مورد تایید نیست برادران. چرا؟ چون لایحه‌اش کارشناسی نیست. لایحه‌اش آمده یک حرف اعتقادی رو، یک امر اعتقادی رو، یک امر الهی رو، یک پایه اخلاق و امنیت اجتماعی رو که خدا و رسول و اهل بیت و همه بزرگان دین تاکید کردن، تبدیل کرده به یک جریمه مشابه نوستن کمربند. درد
بدی رو دوام نمیکنه. بیشتر توهین به جامعه هست، توهین به دینه، توهین به اعتقادات دینیه. ماده 48 میگه که اینجا اوج اون مشخصه که هدف چیه. میگه که در مورد نحوه تعیین سقف سود ناشی از درآمدهایی که ما از اجرای این قانون داریم باید سالیانه تعیین تکلیف کنیم. هر سال بیان این لول رو هی به روز رسانی کنیم. شما اصلا اینجا دیگه مشخص میشه که اصلا چیزی به اسم باور، چیزی به اسم ارزش وجود نداره. فقط مسئله پوله. فقط حتی بحث که من اینو چطوری جابجا کنم، من از الان دارم برای جابجایی سقف سودش بحث میکنه اونجا که این سود سالیانه پایه سال قبل ملاک بشه. اصلا چرا باید اگه قانونگذار مسئلهش حفظ ارزش‌های اسلامیه چه خودشو باید درگیر این موضوع کنه؟ در ماده 69 میاد میگه که سقف جریمه‌های حاصل از اکتشافات غیرقانونی بعد از اجرای این ماده 10% افزایش پیدا میکنه. بازم مسئلهش پوله. یعنی اومده یک جاذبه رو برای سیستم اجراییش در حقیقت، چون دستگاه‌ها باید درگیر بشن، هزینه بدن، این مجموعه در سیاست کلیش ایستادن مردم در مقابل مردمه، ایستادن مردم در مقابل سیستمه، حتی ایستادن سیستم در مقابل سیستمه. یعنی تمامش استراتژی‌های دوگانه سازی هزینه برداره. راه حلش برای کاهش اینها ایجاد درآمد بوده و اصلا پنهانکاری نکرده، هیچ پنهانکاری نکرده، به صراحت به همه اینا ورود کرده. کارشناسان سازمان ملل با انتشار گزارشی گفتند طرح عفاف و حجاب که در مجلس ایران بررسی می شود ابزاری برای تبعیض جنسیتی و سرکوب دختران و زنان است. بر اساس این گزارش که روز جمعه 10 شهریور در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، کارشناسان این نهاد بین المللی با اظهار نگرانی از تصویب طرح عفاف و حجاب می گویند به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی با این طرح در صدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است. این گزارش همچنین هشدار داده که وضعیت کنونی ایران ذاتاً تبعیض‌آمیز است و طرح یاد شده میتواند به آزارهای جنسیتی منجر شود. در این زمینه کارشناسان سازمان ملل میگویند پیشنویس این طرح مجازات شدیدی را برای زنان و دختران به خاطر عدم رعایت حجاب حکومتی در نظر گرفته که ممکن است منجر به اجرای خشونت‌آمیز آن شود. آنها در ادامه تصریح کردند که این طرح حقوق اساسی انسانی از جمله حق مشارکت در زندگی فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی، همچنین آزادی رفت و آمد شهروندان را نقض می کند. بعد از آغاز اعتراضات سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقامات جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازاتهایی ماننده جریمه های چند 10 میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین قصد مقابله با زنان را دارند. گزارش کارشناسان سازمان ملل می‌افزاید اصلاحات و عبارات استفاده شده در طرح یاد شده مانند برهنگی، بی‌حجابی، بدپوشی و اعمال منافی عفت عمومی که منجر به اخلال در آرامش می‌شود، به دنبال این است که به نهادهای دولتی مجوز ممانعت از حق دسترسی به خدمات و فرصت‌های ضروری اجتماعی برای افرادی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند بدهد و حتی مدیران سازمان‌هایی که قانون حجاب در آنجا رعایت نمی شود نیز می توانند مجازات شوند. این گزارش هشدار داده که تصویب این طرح پیامدهای منفی گسترده تری برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت. این گزارش به استقرار گشت ارشاد از ماه گذشته در برخی مناطق شهرها برای اجرای الزامات طرح عفاف و حجاب اشاره کرده و میگوید بعد از ماه‌ها اعتراضات سراسری پارسال و قوانین محدود کننده حجاب، مقامات نظام مجازات‌هایی علیه زنان و دختران اعمال کردند که شامل محرومیت از طیفی از آزادی‌های اولیه و حقوق اجتماعی و اقتصادی است. موسی غضنفر‌آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی 29 مرداد
مرداد از اتمام بررسی طرح حجاب و عفاف در کمیسیون خبر داد که زمینه را برای اجرای آزمایشی آن فراهم می‌کند. بررسی این طرح به صورت غیر شفاف و در قالب اصل 85 قانون اساسی صورت گرفته است. به این معنا که در صحن علنی مجلس درباره محتوای آن تصمیم گیری نشده و فقط مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب مجلس می‌رسد. از توجه و همراهی شما با این بخش از خبرها سپاس گذاریم. ضمن لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت ها با بخش های بعدی خبر از آوای ایران همراهی کنید. روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.